تصویر کمتر دیده شده در سالهای پسین در افغانستان، طالبان جسدهای این آدم ربایان را در چهار راهی های شهر هرات آویزان کردند. طالبان می گویند که این آدم ربایان صبح روز شنبه در یک درگیری با افراد آنان کشته شدند و جسدهای آنان را برای درس عبرت به دیگر آدم ربایان در چهار راهی های شهر آویزان کردند. استخبارات دوی سره درگیر سو، په دغه درگیری که دوی څلور نفره وویشته سو، زموږ یو طالب هم زخمی سو او یو هم بل ملکی زخمی سوی دی. پدر و پسر که از بند آدم ربایان رها شدند در نزد طالبان به سر می برند و حاضر به مصاحبه نمی شوند. در همین حال نزدیکان ربوده شدگان می گویند که آدم ربایان این پدر و پسر را از مقابل دکان تیل فروشیشان در ناحیه دوازدهم شهر هرات ربودند. وسایل زی پرته بوده می پسر کاکا ما دل موبایل و کوشا و دفترچای سیبی همه مکمل پرته بود خودی ببینی. به جامعه خوبه تنها با ما خوب نیه که حساب تاجر ما و بازرگان ما زلر می رسه، به جامعه زلر می رسه. یه چیزایی هست که باید نابود بشه، کشته بشه. شماری از باشندگان هرات میگویند که هنوز هم آدم ربایی ها و دزدی های مسلحانه آرامش آنان را گرفتند. اینا که سابق هم اختطاف کردم، اینا را هم غم اینا رو بخورم. با خدا قسم که یک نفر بر یک جاکر درفته. مرده و زنده طالب یار مدار ندیده هم سایمانه. خواهش ما از امارات اسلامی اینه که انشالله بیشتر و بیشتر تلاش کنن به خاطر امنیت شهروندان، به خاطر این ملت که این ملت واقعا رنجیده. آدم ربایی ها در شهر هرات سالها می شود که آرامش را از باشندگان این شهر گرفتند، اما طالبان می گویند که با آدم ربایان جدی برخورد می کنند.